درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق می‌نشینید. یک شنبه 23 مهر ماه 14 اکتبر مروری داریم بر برنامه‌های هفته گذشته افق، هفته‌ای که در دوشنبه با نگاهی به انتخابات ونزوئلا آغاز شد، انتخاباتی که منجر به پیروزی دوباره هوگو چاوز شد برای چهارمین بار در انتخابات ریاست جمهوری. به این پرداختیم که چه شباهت‌هایی بین سیستم دو کشور و انتخابات در ونزوئلا و ایران وجود داره. سه شنبه رو پرداختیم به احمدی نژاد، دلار و مجلس و بحران ارزی در ایران. چهارشنبه همزمان با دهمین سالروز روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام به مسائل اعدام و مشکلات زندانیان سیاسی و وکلا در ایران پرداختیم. مصاحبه‌ای داشتیم با سعید، در واقع خانواده سعید صدیقی، مادر ایشون و برادرشون مجید صدیقی، که متاسفانه شنیدیم بعد از این مصاحبه مجید صدیقی دستگیر شده. هفته رو در پنجشنبه با نگاهی به یک پژوهش تحت عنوان قمار هسته‌ای آیت الله به پایان بردیم. Esos seis, más de seis millones de venezolanos no están solos. Y yo les quiero decir aquí el que no logró la victoria fui yo. Aquí el pueblo no se sienta derrotado. Aquí el pueblo... خانم راز، خوش آمدید به برنامه ما. ابتدا دوست دارم با این پرسش آغاز بکنم که مشارکت بالا، این بیش از 80% مشارکت مردم در انتخابات به سود چه کسی تمام شد؟ خیلی ممنون از دعوت کردید از من. باید بگم که شرکت بالای مردم به نفع مردم و روند دموکراسی خواهی در کشوره. من فکر می‌کنم که شرکت بالای مردم نشان می‌دهد اپوزیسیون تلاش‌هایش برای کسانی که هنوز تصمیم نگرفته بودند که در انتخابات رأی بدن موفقیت‌آمیز بوده، به آنها کمک کرد که شرکت کنند در انتخابات و تشویق کرد اونها رو که حضور بالاتری در انتخاب داشته باشند، و در واقع باید بگم که به قدرت اپوزیسیون کمک کرد. بحث زیادی مطرح بوده در مورد اینکه در سیستم انتخاباتی ونزوئلا گونه فساد هست. میگفتن که نرخ رشد شرکت کنندگان با نرخ رشد جمعیت چندان با همدیگه سازگار نیستش. آیا فساد سیستماتیکی که در انتخابات ونزوئلا دیده میشه؟ ما فکر نمی کنیم که به طور سیستماتیک فساد نبود. باید بپذیریم که ما اپوزیسیون بازنده شد. چیزی که باید بهش اشاره کنیم و جهان باید بدونه آن است که ونزوئلایی ها در یک انتخابات آزاد شرکت کردند، هرچند که این انتخابات عادلانه نبود. این به این معنی نیست که فساد رخ داد. البته چرا میگیم که عادلانه نبود؟ به خاطر اینکه به طور سیستماتیک از قدرت سوء استفاده شد از سوی آقای چاوز. ما اپوزیسیون تنها اجازه داشت که فقط 3 دقیقه در روز در تلویزیون تبلیغات داشته باشه و همینطور در رادیو. اینو اگه ما مقایسه کنیم با میزان تبلیغاتی که دولت داشت، اجازه داشت که در تلویزیون و رادیو آقای چاوز سخنرانی کنه به طور نامحدود، و همینطوری در رادیو که به طور اجباری پخش میشه از رادیو تلویزیون، و تلویزیون های خصوصی هم باید این سخنرانی رو مجبور بودن که منعکس کنن، متوجه اختلاف میشیم و متوجه میشیم که چطور قدرت از قدرت سوء استفاده شد.
کسانی که از برنامه‌های اجتماعی دولت استفاده می‌کردند و وابسته بودند به دولت هم در کمپین انتخاباتی آقای چاوز قرار گرفتند. اینها مواردی بود که نشان می‌دهد که عادلانه نبوده، ولی این به معنی نیست که تقلبی در انتخاب شده باشه. خب خانم روز، دوست دارم نظر آقای کالیکستو اورتگا رو بشنویم. ایشون عضو نماینده پارلمان ونزوئلا از حزب حاکم سوسیالیست، ایشون رو میشناسید. درباره احتمال تغییر در سیاست ونزوئلا در برابر آمریکا پس از انتخابات از ایشون پرسیدیم. صحبت‌های آقای اورتگا رو با هم بشنویم. رئیس جمهور چاوز نشان داده که چنین حس می‌کند که روابط دیپلماتیک و اقتصادی خوب و روان با یکدیگر، اما در شرایطی برابر، به نفع هر دو کشور خواهد بود. حاکمیت و استقلال هر دو کشور محترم شمرده شود، نه اینکه ونزوئلا را هنوز کشوری در حال توسعه فرض کنند و برخوردی متکبرانه داشته باشند. به طور سنتی در گذشته، دست کم در 40 سال قبل از هوگو چاوز، ما مطیع دستورات ایالات متحده بودیم. اما اگر به عنوان دو کشور مستقل با هم پیش برویم و برخوردی محترمانه داشته باشیم و البته توان یکدیگر را به رسمیت بشناسیم، آنگاه می توانیم روابطی خوب و آرام داشته باشیم. این نظری است که چاوز خودش هم بیان نموده است. خب راست شنیدی صحبت آقای اورتگا رو. چقدر احتمال تغییر روابط میان ونزوئلا و آمریکا وجود داره با توجه به هرچه به عمل کردی که اپوزیسیون داشته؟ این فشار ایجاد خواهد کرد بر آقای چاوز برای تغییر سیاستش در قبال آمریکا؟ فکر نمی کنم آقای چاوز روش خودش رو عوض کند، در قبال سیاست خودش رو در قبال آمریکا عوض کند. یک بحث جنجال برانگیزی بوده روابط ونزوئلا و آمریکا. آقای چاوز امپریالیسم رو محکوم کرده، ولی از سوی دیگر اصلی ترین مشتری نفت ونزوئلا آمریکاست. ونزوئلا بیش از هر زمان دیگری به آمریکا وابسته است. بخشی از صحبت‌های کالیکستو اورتگا را در مورد روابط ایران و صحبت آقای کاپرلس در مورد کاهش روابط با ایران بشنویم. قبل از هر چیز در قانون اساسی ونزوئلا مشخصاً درج شده که سیاست خارجی کشور مستقیماً در اختیار رئیس جمهوری است. به همین خاطر است که دولت آقای چاوز بدون مشورت با دولت ایالات متحده با هر کشوری در دنیا ارتباط دارد، در حالی که خیلی از دولت‌های قبلی با آمریکا هماهنگ می‌کردند. به هر حال احتمال سناریویی که شما ترسیم کردید ضعیف است، یعنی ضرورتی ندارد که در مورد آن صحبت کنیم، چون پیروزی آقای کاپریلاس در انتخابات امری است محال. دولت هر کشوری در نهایت خودش تصمیم گیرنده است که با چه کشورهایی رابطه داشته باشد یا نداشته باشد. توجه کنید که ما با چین هم روابط داریم، با ایالات متحده هم همینطور، با روسیه، روسیه‌ای که آمریکا هم با آن رابطه دارد. خب با ایران هم داریم، ایرانی که ایالات متحده هم در نهایت با آن رابطه خواهد داشت. از منظر قانون اساسی ونزوئلا، دنیا چند قطبی است. ما ایده جهانی تک قطبی را تقویت نمی کنیم. بشنویم واکنش شما رو به انتخابات و اونچه که شب گذشته اتفاق افتاد. آیا چاوز همچنان محبوب در میان مردم ونزوئلا به رغم تمام این بحثایی که مطرح شد؟ من اولا نمیدونم این دوست آقای چاوز از کجا میدونست که طرف مقابل محال ببره، چون همه پرسیهایی که قبلا شده بود انتخابات رو نزدیک میدونست، گرچه تقریبا در همه بخت پیروزی بیشتر با همین آقای چاوز بود. من برام زیاد تعجب آور نبود، برای اینکه همونطور که یکی از این دوست مهمانانتون گفتن، آقای چاوز از امکانات بی نهایت فراوانی برخوردار بود. من رقمی دیدم که در سال اخیر نزدیک 30 میلیارد دلار این در محله هایی و در شهرهایی که فکر میکنه طرفدارانی داره و عمده اونها محله های فقیر نشین بودند خرج کرده، و اینها خرج هایی نیست که زیر ساخت باشه و اقتصاد رو راه بندازه. اینها خرج ها از نوع صدقه است، از نوع دادن مثلا تلویزیون، از نوع دادن یک مقداری سیب زمینی. چون خیلی برای من نکته ای که در مورد ونزوئلا جالبه،
یه دلیلی هم که دنبال میکنم متعولاتشو اینه که میدونم شباهت‌های شگفت‌انگیزی با ایران داره، هم وابستگی به نفتش، هم استبداد سیاسی حاکم برون، هم استبداد نظامیان حاکم برون، هم فقر شدید. ونزوئلا غنی‌ترین، به قول خود آقایان و خانم‌ها، غنی‌ترین مملکت دنیاست از بابت نفت و حداقل 30% مردم زیر فقر زندگی میکنن. بعضی ها میگن 50% مردم زیر فقر زندگی میکنن. در این زمینه ها به نظر من واقعا یک نوع عوام فریبی اینها یاد گرفتن، و وقتی عوام فریبی همراه میشه با پول نفت و همراه میشه با زور ارتش، خب برنده شدن در انتخابات آسونه. البته این حرف ایشون هم به نظر من کاملا درسته که انتخابات به نظر انتخابات سالمی می آمد. خیلی از انتخابات ایران سالم تر و صالح تر بود. اپوزیسیون حق داشت در تمام مراکز رای گیری که بالاتر از نزدیک 14,000 مرکز بود اینها نمایندگی داشتن. آقای میلان اگه موافق باشید صحبت کوتاهی داشتیم با آقای گریگوری ویلپرت، ایشون نویسنده کتاب معروف، این کتاب تغییر ونزوئلا با کسب قدرت. از ایشون پرسیدیم که این علت نرخ بالای مشارکت، 81% تقریبا در انتخابات دیشب در ونزوئلا شرکت کردن، علتش رو از آقای گیلبرت پرسیدیم، ویلپرت پرسیدیم، بشنویم نظر ایشون رو. معمولا وقتی نرخ مشارکت در انتخابات بالا باشه یعنی خیلی ها روی انتخابات حساب میکنن. مشخصا یعنی رای دهنده ها بر این باورن که آرای آنها به حساب میآید و منجر به تغییرات مورد نظرشان میشود. در طول چندین سال گذشته نرخ مشارکت مردم در انتخابات های ونزوئلا دائما رو به افزایش بوده، به خصوص در طول دوره ریاست جمهوری چاوز و به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری. برای همین هر وقت انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود مردم بیشتری شرکت میکنند، چون عقیده دارند در نتیجه اون انتخابات نقش دارند. ولی یه نکته در مورد شرکت در انتخابات به نظر من بایستی یادآوری کنیم. ببینید مردم در ونزوئلا این گمان رو به خصوص در این انتخابات داشتند که چون همه انتخابات کامپیوتری است، آقای شاوز خواهد دونست که هر کسی به کی رأی خواهد داد، آیا کسی در انتخابات شرکت کرده یا نه، و دو آیا به کی رأی داده. نگرانی زیادی بود. من در چندین مقاله اپوزیسیون ونزوئلا میخوندم، اونهایی که ترجمه شده بود، که مردم رو ترغیب میکرد که بیایید ما تضمین میکنیم اینا نتونن بفهمند که شما به کی رأی دادید. یعنی مردم نگران بودن که اگر رأی ندن، همونطوری که خانم فرمودن، حتما دانسته خواهد شد که رأی نخواهند داد. و دولت شاوز در گذشته نشون داده که میره علیه افراد تلافی میکنه، تلافی جویه، اینها رو از کار برکنار میکنه، تحت فشارهای مختلف قرار میده. دو، نگرانیشون این بود که اگر رأی بدن دولت میفهمه اینا به کی رأی خواهند داد، که اون رو اپوزیسیون داشت سعی میکرد به مردم بگه که شما نگران نباشید، رأیتون رو نمیتونن بفهمن که به کی، حالا میتونن بفهمن یا نه، من واقعا صلاحیت چیز ندارم. ولی از این بابت هم یک حالت شباهتی به ایران داشت، به این معنی که در ایران مردم مشارکتشون از وجهی به گمان من به این امید هست که شاید بتونن در انتخابات شرکت بکنن و یک رئیس جمهوری بیارن که معقول باشه و مملکت رو به راه درست برگردونه. بخشش اینه، بخشش به خاطر اینه که نگرانن، نمیدونم کارت محلشون ازشون میگیرن، تو مسجد ازشون گزارش میسن. یعنی فضای رعب و وحشتی که در اونجا هست اینجا هم به نوع دیگری بود. یعنی یه ترکیبی است از احساس وظیفه مدنی، امید به یک آینده بهتر، و واهمه از این که اگر رأی ندید اراذل و اوباش به دنبالتون خواهند آمد. این نکته که آقای گریگوری ویلپرت اشاره میکنه، بخش دیگه از صحبتش هم بشنویم، درباره تاثیر اون چیزی بود که ما از خانم روحاسن پرسیدیم. آقای میلان، در مورد تأثیری که حضور مؤثر اپوزیسیون بشه که این 45-46% حدود 6 میلیون و اندی رأی دادن، در مورد این بر برنامه‌های آتی آقای چاوز سوال کردیم از آقای گریگوری ویلپرت.
فکر میکنم قطعا از میزان آرای نسبتا پایینی که کسب کرده کمی شوکه شده باشد. به یاد دارم چند سال پیش وقتی دوباره انتخاب شده بود حدود 63% آرا را از آن خودش کرده بود و این نتیجه اخیر برای او افت محسوسی حساب میشه. در حالی که امیدوار بود بتواند از آن 63% بالاتر برود، ولی در این دوره تنها توانست 54% از آرا را کسب کند. برای همین به عقیده من این تلنگری بود به چاوز، بدین معنا که میبایست به آنچه که رقیبش آقای کاپریلس در خلال تبلیغات انتخاباتی مطرح میکرد توجه بیشتری نشان دهد. عمده مسائل مطرح شده امنیت یا در واقع ناامنی بوده، مسئله مسکن و همینطور مسئله ناکارآمدی و فساد دستگاه دولتی بودند. از این رو اینها مسائل کلیدی هستند که چاوز باید توجه بیشتری به آنها داشته باشه. آقای دکتر پسران، با شما آغاز میکنیم و این پرسش اساسی که فاکتورهای اصلی در پس بحران ارز چه هست؟ این تلاشهایی که شنیدیم در همین گزارش قبلی، عده‌ای آقای احمدی نژاد و دولتش رو متهم میکنن که تعمد داره در ایجاد این وضعیت، عده‌ای به صراحت از نمایندگان مجلس و دیگران هستن که میگن تحریم‌ها تأثیری اصلا نداره و این همه حاصل سوء مدیریت هست. شما چه فاکتورهایی رو مد نظر دارید؟ خب برای که ببینیم آیا اثر سیاست‌های اقتصادی و اثر تحریم روی نرخ ارز چی بود، یه فرضیه ارزی رو در نظر بگیریم. یه فرضیه مهم در تعیین نرخ ارز هست، فرضیه برابری قدرت خرید. یعنی چه؟ این چی میگه؟ میگه که اگر شما ریال رو در نظر بگیرید، مقایسه بکنید با دلار، بایستی در مدت فرض کنید 7 سال، 8 سال یا شاید کمتر بیشتر، برای همین دوره نسبتاً بلند مدت، نرخ تورم بین دو تا کشور، یعنی نرخ تورم در ایران منهای نرخ تورم در فرض کنید آمریکا، بایستی این نشانگنده تغییر نرخ ارز باشه. اگر نگاه بکنیم ببینیم در عرض 8 سال گذشته، تو یک سال اخیر، یعنی تو سال یک سال نمی گذشته، نرخ ارز حدود 1000 دلار بوده، نوسان داشته بین 900 تا 1100 دلار. در این دوره تورم ایران اگر آمارهای رسمی رو هم نگاه بکنید، به طور متوسط 15-16% تورم داشتیم. درسته که آمریکا تورمش بیشتر از 2% نبوده به طور متوسط. پس ببینیم که اگر بر اساس این فرضیه به جلو بریم، باید نرخ ارز ایران یه حدود 2200 تومان می بوده. حالا اگر نرخ ارز بالاتر از این بره، خب این تابع مسائل دیگه از سفت بازی ممکنه باشه، مسئله عدم اطمینان نسبت به آینده باشه، انتظارات تورمی بیشتری در اقتصاد ممکنه باشه. و میدونید این مثل یک نوع بهمن میمونه که نیروی بهمن خودش رو انباشته میکنه یواش یواش، با یه جرقه ممکنه بهمن فروکش کنه. بنابراین نمیشه گفت فقط مسائل تحریم هست که این ایجاد این فشار رو روی ارز ایران کرده. البته خب تحریم بی اثر نبوده، مثل همه چیزها هم تحریم ممکنه اثر داشته، ولی اثر ثانوی هست، اثر اصلیش تورمه. وقتی که صحبت از تورم میکنه، نرخ تورم چقدر در درون در کانون این بحث، همون نکته که ابتدا برام اشاره کردیم، آقای یونسی هم گفته، وزیر پیشین اطلاعات، که مشکل افزایش نقدینگی به شکل چشمگیر و سرسام آوری. خب نقدینگی که از خیلی مهمه، مثلا همون موقع که یارانه فاز اول اجرا شد، به هر خانوار 45 هزار تا حتی 50 هزار دلار داده شده. خب این نقدینگی ایجاد میکنه و کمک کردن، و این خود نقدینگی چون به خانوارهایی میدی که احتیاج دارن، خب بهتر اینا آنان وارد بازار میشه. مهم اینه که در اون زمانی که یارانه رو عوض میکنید، بایستی اونهایی که تولید هم میکنن بهشون کمک بکنید. اگر به اونهایی که تولید کنند از کمک نکنید، از یه طرف تولید رو کاهش میدید یا بالا نمیبرید، به واسه یارانه ها خب هزینه های تولید کننده ها رو بالا میبره. یارانه رو حذف کنید برای نیرو، برای کالاهای مواد اولیه که وارد میکنن، و از اون طرف تقاضا برای از نظر اونهایی که خانوارهایی که درآمدشون بالا رفته، همون 50 مثلا همون که عرض کردم 45 50 هزار تومانی که داده شده، خب اینا جمع میشه، نقدینگی رو بالا میبره و در ازایش تولید نیست. و گفتم من واردات ایران هم بالا نرفته، پس چون واردات هم بالا نرفته، یه اختلاف بین عرضه و تقاضا میشه، قیمتا بالا میره به تبع. خب بعضی قسمتا خیلی بالا میره، بعضی قسمتا کمتر.
بعد یه مقدارم قیمت‌ها شروع کردن بالا رفتن، برای که انتظار این که آینده قیمت‌ها بالا بره بیشتر میشه، خود این فشارهای تورمی رو بالا میبره و اگر دولت این نقدینگی رو به اصطلاح اضافه بکنه، در واقع اجازه میده که این تورم هی ادامه پیدا بکنه، شاید تشدید بشه برای دورانی. پس مسترین مهمترین مسئله در ایران است که تورم رو یه جوری مسئله دولت بتونه حل کنه. این نکته که اشاره کردید به این چهار نرخی شدن ارز، گفتید که میتونه کمک بکنه به اینکه این فضا شکسته بشه، این فشار بره، در این حال چه عوارضی میتونه داشته باشه؟ خب عوارضش خیلی مهم هست و طویل مدت اثر میکنه. در واقع یک نوع رانت، ایران هم میگن رانت، البته جمله انگلیسی هست ولی من فارسیش فکر میکنم همین رانت میگن. یعنی چطور میشه فرض بکنید دو نرخ هست، یه نرخی که رسمی هست فرض گفتن 1200 تومان فرض کنید، یه نرخ دیگه فرض کنید 1800 تومان برای مثال، البته نرخ‌های دیگه هم هست. خب این چون اختلاف زیاده، همه میخوان یه جوری اون نرخ 1200 تومانی رو بتونن دریافت بکنن. صادر کننده ها ممکنه درآمدی که از صادرات دارن اینا رو کمتر از اون چیزی که ازشون بدن، پس بنابراین دلارای بیشتری میگیرن ازش که باید وارد مملکت بکنن. خب این بنابراین یه مشوقی ایجاد میکنه که نظام اقتصادی در روال عادی خودش و روال معقولی حرکت نکنه و در واقع مردم به روشی برن که بتونن از این اختلاف نرخ ارز در بازارهای مختلف استفاده کنن، و این خب عواقب بدی داره. معزه همین هست که بعد از که بازسازی اقتصادی ایران بعد دوره آقای رفسنجانی ایجاد شد، یکی از هدفهای عمده دولت این بود که یه نرخی بکنه و تونستن این رو در دوره اول آقای خاتمی یه نرخی کنن و ایران خیلی موفق بود که ایران بتونه نرخی کنه. حالا می‌بینیم که این یه نرخی داره از دست میره. حالا بخوام دوباره برش گردونیم یه نرخی بشه، بازم باید همون مراحل اصلاحات اقتصادی صورت بگیره که در زمانی که تحریم‌ها شدت پیدا می‌کنه در ایران و مسائل دیگه در منطقه مطرح هست، این ممکنه مشکل تر باشه. مسئله اینه که من فکر میکنم یکی از مهمترین مسائل در ایران است که یه مدتی مردم فکر میکنن میتونن نرخ مثلا دلار رو کنترل بکنن، یا دولتمندان یا اونایی که مثلا در کارن فکر میکنن دیگه قوانین اقتصادی مطرح نیست. من همیشه گفتم قوانین اقتصادی ربطی نداره به اعتقادات یه شخص یا طرزی که میخوان اقتصاد اداره کنید. بایستی تابع قوانین اقتصادی ما باشیم و این قانون اقتصادی که من عرض کردم برای همه دنیا صادقه. مربوط میشه به انباشته شدن نرخ تورم و نقدینگی. یعنی اگه نتونیم اینو حل بکنیم ادامه خواهد کرد. آقای دکتر خزلی، شنیدید صحبت آقای پسران رو و تحلیلیشون رو از منظر اقتصادی، بشنویم نظر شما رو از شاید منظر سیاسی که چه اتفاقی به نظر شما داره رخ میده. آقای مطهری و دوستانشون در مجلس بار دیگر دارن امضا جمع میکنن، نامه تهیه کردن برای اینکه آقای احمدی نژاد رو بکشن مجلس برای اینکه پاسخ بده. گفتن رئیس بانک مرکزی رو هر بار که خواستیم ایشون نمیاد. وزیر اقتصادم که اومده گفته به من ربطی نداره، اینا مسئولیت رئیس بانک مرکزی است. شما امید دارید که اتفاقی رخ بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم تو نظرسنجیاتون هم یه همچین مطلبی هست. من واقعش میخوام بگم که اتفاقی نیست که الان افتاده باشه و ما پیش بینیشو نکرده باشیم. واقعا مسیری که آقای احمدی نژاد در طول دو دولت، دولت نهم و دهم اتخاذ کرد، یک اقتصاد و یک مدیریت عهد قجر بود. واقعا دستشو در کیسه میکرد و خرج میکرد. ببینید ایشون برنامه بودجه رو منحل کرد، سازمان برنامه رو منحل کرد، بعد اومد اقتصاد در واقع بودجه تو جیبی رو راه انداخت، بودجه که تو جیب جا بشه، تمام مسائل رو از حالت علمی خارج کرد، برگشت به یک حالت هیئتی و شاید عمدن میخواست اینها مبهم باشه. حالا درسته که ما یک رهبری داریم با یک قدرت مطلقه و خیلی از این بحثا در یه جاهایی در حوزه اختیارات رهبریه، اما ما اون رهبری رو مسئول همه کارگزاران نظام میدونیم. در هر جایی در آخرین نقطه کشور اگر مشکلی باشه، معذری باشه، کارگزاری بد عمل کنه، مسئولیتش با رهبری امام، حضرت امیر میفرمان مسئولیتش با امام المسلمینه. اما این نمیشه که ما مسئولیت های ایشون رو در تمام خرابکاری ها نادیده بنگاریم. اینکه ایشون اومده یک گفتمان عجیب غریبی درست کرده، گفتمان تنیسایی که دنیا رو علیه ما کرده، اعتماد جهانی رو سلب کرده. الان مسئله ای که ایشون میگه واقعا راست میگه، مسئله ارز 24 ساعته حل میشه به شرطی که آقا بره و کسی بیاید که تدبیر امور رو به دست اقتصاددانان بده. من بیشتر از این که مسئله اقتصاد کشورمون رو ناشی از مسائل
صرفا اقتصادی ببینم، مسائل سیاسی ببینم، ندانم کاری های ایشون هست، ایشون مأموریت داشته به نظر من. در همین کتاب نوشتم که اگر موساد میخواست کسی رو مأمور کنه که مملکت ما رو نابود کنه، عملی که میکرد همین کارها بود، کار دیگه ای نمیکرد. من معتقدم ایشون اگر مأموریت داشت که اقتصاد رو خراب کنه، سیاست مملکت رو نابود کنه، بین گروه ها این اختلاف افکنی رو به اندازه کارش رو دقیق انجام داده و واقعا انتظار اون از مجلس اینه که جدی برخورد کنن. ما کمترین انتظار اون استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور. بخشی از گفتگوی مسیح علی نژاد با محسن سرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو فراکسیون رهروان ولایت رو بشنویم. من آقای بهمنی را در صدر تقصیرات میبینم و ایشون غیر از زمان تحریم ها هم اونطور که باید بازار دلار و وضعیت اقتصادی مرتبط بر مدیریت بانک ها را به سلامت مدیریت کنه نمیتونه. بعد دلم میخواد که از مردم عذرخواهی کنه و بره کنار تا یک کسی دیگه جایگزینه ایشون بشه. یعنی آیا مجلس در این زمینه به لحاظ عملی کاری خواهد کرد که خود آقای احمدی نژاد یا کسانی در یک سطوح بالاتری پاسخگو باشن؟ بالاخره مجلس کم کم داره به این تصمیم میرسه که احتمالاً طرح سوالی بکنه. و حالا آقای سرامی از این طرفی هم آیا فکر نمی‌کنید که خود آقای احمدی نژاد پیشا پیش پاسخ این سوالی که شما قرار هست بپرسین رو داده؟ حتی در مصاحبه‌ای که با آقای حیدری مجری تلویزیون هم داشت گفتش که افزایش قیمت دلار و اینها جنگ روانی هست. سیاست‌های کلی فعلا در برابر تحریم‌ها یه مقدار گروانگیر عمل کرده دولت شده، وگرنه شاید اگر این شرایط نبود این اتفاقات هم به این شکل و سبک و سیاق نمی‌افتاد. سوال من این بوده آقای سرامی که احمدی نژاد به جای اینکه در اوضاع وحشت زده بازار و اقتصاد کنونی بیان مقصر رو اعلام کنن، گفتن 22 نفر هستن که ارز رو آشفته میکنن. شما به عنوان نماینده مجلس این نوع گفته ها رو در چنین شرایطی یک تصمیم عملی و اجرایی در راستای حل بحران میدونید؟ ما اعتماد داریم به حرکتاش. حرکتایی که تو طول این 7-8 سال انجام داد یه اعتمادی رو در ما ایجاد کرده که ما اعتماد رو به راحتی از دست نمیدیم. شنیدیم اشاره کردن که اعتماد داریم به آقای احمدی نژاد، به راحتی هم اعتمادمون رو از دست نمیدیم. یک شنبه هم که گفتن این طرح سوال رو هیئت رئیسه تحویل خواهد گرفت و عزمشون رو عده جذب کردن، از جمله صحبت کردیم آقای مطهری و دوستانشون که آقای احمدی نژاد یک بار دیگه به مجلس بکشونن. شما چه تحلیل دارین از اتفاقاتی که در مجلس داره رخ میده با صحبتایی که با نمایندگان کردین؟ خب آقای مطهری و آقای توکلی و آقای نادران و خیلی از نمایندگان مجلس به شدت دنبال این هستند که این بار سوال رو راسخ‌تر از گذشته پی بگیرن و امضا بالای 90 نفر شده. اما وقتی شما به سابقه این چالشی که مجلس برای دولت به وجود میاره نگاه بکنین، فقط در همون اندازه تسویه حساب‌های شخصی باقی مونه و در نهایت هم سوال به لحاظ عملی منجر به حذف آقای احمدی نژاد نخواهد شد. فقط به قول خود آقای سرامی و حالا خود قانونی که در مجلس حاکم هست، ابزاری که بهشون میشه در واقع اتکا کرد که به حذف منجر میشه استیضاح هست و عدم کفایت، که خب من فکر کنم نمایندگان دنبال اون هرگز نمیتونن برن تا وقتی از بالا دستور نرسه. یعنی انتظاری که آقای خزلی اشاره کرد، گفتن انتظار دارن مجلس استیضاح بکنه، عدم کفایت رو بده، شما چه فکر میکنین چنین چیزی اصلا شدنی نیست؟ من هرگز تصور این رو ندارم که مجلس رو باید ازش توقع و طلب داشته باشیم، چون اصلا مجلس کاری نیست. شما به روند نظارتی قوه مقننه در تمام این 8 سال نگاه بکنین، عملا هیچ کار مفیدی نتونسته بکنه. اما اگر قرار باشه همین الان هم ما انتظار داشته باشیم که آقای مطهری و یا آقای احمد توکلی آقای احمدی نژاد رو به پاسخگویی بکشونن، گمان نمی‌کنم که اگر آقای خامنه‌ای چراغ سبز ندن، بقیه کسان دیگه‌ای که در مجلس هستن، شاید درست نباشه این واژه رو به عنوان خبرنگار در مورد نمایندگان به کار ببرم، در واقع سیاه لشکر هستن. چون واضح هست که در تمام گفتگوهایی که من انجام دادم با نمایندگان، به وضوح دارن میگن که اگر آقای خامنه‌ای، ما احساس کنیم که آقای احمدی نژاد نظرشون رو فاصله دادن از آقای خامنه‌ای، اون وقت هست که ما اقدام می‌کنیم. من می‌خوام به آقایون بگم نترسید، از پوشه‌های از اون پرونده‌های پوشه زیر بغلشون هم حراس نداشته باشین، چون در آینده این ملت شما رو نمی‌بخشه. نماینده ها بدونن این که میگن رهبری بگه ما اقدام میکنیم، مسئولیت شما اون رأی بوده. اگر مردم به شما رأی دادند به اون عمل کنید و تخلفات مالی دولت
در زمان شهرداری هم ما گزارش کردیم، من در روزنامه‌ها قبل از اینکه ایشون رئیس جمهور شه گفتم این کاندیدا در شهرداری این تخلفات رو داشته، نوشتیم در روزنامه چاپ شد اما نذاشتن بررسی بشه. در مجلس جلوی تحقیق تفحص رو گرفتن. ما میدونستیم ایشون وارد دولت بشه دولت رو به همین تخلفات مبتلا میکنه و نتیجهش هم همینه. اینها همش نوشته شده، تذکرات داده شده. آقای قالیباف 1000 تخلف ایشون رو گزارش کرده همون موقع. خب رسیدگی نشده، رسیدگی میکردید و الان مبتلا نمیشدید به یک دولتی که سراپا تخلف مالی و اقتصادی است. خانم علیزاده روی خط تلفنی ما هستن. خانم علیزاده بشنویم، شما امروز جلوی زندان رفتید، ظاهرا هنوزم اونجا هستید. وضعیت پرونده پسرتون چگونه هست؟ شما برای چه جلوی زندان رفتید؟ پسر من رو خواهم اعدام کنم، اعتماد بهتون میکنم. ایشالله که خبری که دادن رفت شده باشی فعلا، گفتن فعلا، ولی تو رو به خدا کمک کنیم، بچه من بیگناهه. پسر من از 11 سالگی داره تو بازار کار میکنه، به خدا بیگناهش بذارم، نذارین اعدامش کنن. از رهبر میخواییم، از آقا رهبر میخوام، بهش التماس میکنم خانم علیزاده. شما امروز قبل از اینکه جلوی زندان برید رفته بودید جلوی بیت رهبری، اونجا چه خواستی داشتید و آیا با شما پاسخی دادن؟ هیچ پاسخی به ام ندادن، ندم التماس کردی، هنوز پاسخی به مدرد نشده، هیچ پاسخی ندادن. آقا من از آقای رهبرمون عزیزمون میخوام رحم کنه، ببرشه، بچه من بیگناهه، جوونمونه نذارن اینجوری از بین برن. خانم علیزاده شما الان چند وقت پیگیر وضعیت پرونده پسرتون هستین و نتیجه نگرفتین؟ من الان باور میکنین 9 ماه 10 ماه من همینجوری توی این دادگاه انقلابم، التماسشون میکنم، حتی نتونستم برای بچم وکیل بگیرم، به جان سعیدم پولشو نداشتم، وکیل دولتی برای من گرفتم. آقای اولیه فرد به شما درود میگیم. شما وکیل چندین محکوم به اعدام بودید در سالهایی که در ایران فعالیت میکردید. بفهمید که شما برداشتتون از این فضا چگونه است؟ زندان معمولا چطور عمل میکنه؟ چقدر احتمال داره که سعید اعدام بشه؟ آقای اولیه فرد اگر بخوام به طور کلی در مورد اعدام صحبت بکنم، میتونم اینجوری بگم که در قوانین ما در حال حاضر باید ببینیم اعدام در کدوم قوانین وجود، در کدوم قسمت قانون وجود داره و هدفش چیه. در قوانین ما اعدام در حدود هست، در قصاص هست و در مجازات هایی که دولت تعیین میکنه، حکومت مشخص میکنه. در قسمت حدود و قصاص بیان میشه که این مجازات های سالب حیات از در واقع منبعش فقه هست، منبعش فرامین الهی هستش و منبعش کتاب آسمانی قرآن هستش و لایتغیر هست. در حالی که عده کارشناسا به این صورت نگاه میکنن قضیه رو که میگن امکان داره که این مسائل که گنجونده شده در حدود قصاص لایتغیر هست اما غیر قابل تعطیل نیست، یعنی این که میشه اونها رو تعطیل کرد. من برای شما مثالی میزنم. ببینید در باب قصاص فرض بفرمایید که کارشناسان دینی و برخی از فقها اعتقادشون بر این هستش که در واقع میشه، درسته که قصاص در قرآن آمده و لایتغیره اما راه حلایی وجود داره برای این قضیه، یعنی اینکه چون قصاص جزء ضروریات دین محسوب نمیشه، بنابراین اگر فقیه صلاح بدونه به عنوان مثال مثلا ببینه اعتبار جامعه اسلامی در خطر هستش، میتونه قصاص رو برای مدتی تعطیل بکنه، میتونه به مرخصی بفرسته قصاص رو، به این صورت که انکار نمیشه قصاص یا منسوخ نمیشه اما میشه اون رو متوقفش کرد. همینجور در باب حدود، بنابراین این امکان وجود داره که در حدود و قصاص راه حل‌های دیگه‌ای غیر از مجازات سالب حیات پیدا بکنیم. در مجازات هایی که دست حکومت و دولت هست که اصلا
کاملا این امکان وجود داره که اعدام برداشته بشه. برمیگردیم به شما آقای اولفرد، ولی خوشبختانه مجید ارتباطش ما برقرار شده، مجید روی خط تلفنی ما هست. آقای صدیقی اگر مطلبی دارید در مورد شرایط برادرتون توضیح بفرمایید. نکات مبهمی هست در مورد پرونده ایشون که گفتن موقع بازجویی ایشون حتی نوشته ها رو به دستخط خودش ننوشته، از ایشون خواستن که انگوش بزنه پای اون چک دستخط خودش نیست و حتی با افراد دیگری که ظاهرا دستگیر شده بوده اینا هیچ موقع با هم دیگه روبرو نکردن. بفهمید که چقدر به نظر شما شرایط دادرسی برادر شما عادلانه بوده. من میتونم به جرئت بگم که راجع به برادرم هیچ تحقیقی نشده، یعنی بدون هیچ تحقیقی برادر منو محکوم به حکم اعدام کردن. چرا؟ اگر تحقیق میشد مطمئنا برادر من به اینجا کارش کشیده نمیشد. برادر من بجز اینکه سابقه درستی داشته، درست زندگی کرده، دنبال این داستانا نبوده، چیز دیگه نبوده، گذشته نداشته. ما الان دنبال کار برادرم هستیم، دقیقا من 9 ماه دنبال کار برادرم هستم، هیچی از هیچ مسئولی نتونستیم جواب درست سایی بگیریم. یعنی خدا شاهده باورتون شاید نشه، ما میریم بیت رهبری، بیت رهبری بعد برج 5 نامه دادن تقاضای عفو کردن از رهبری، اما مقام معظم رهبری هنوز که هنوز هیچ جوابی ندادن. از کمیسیون عفو بخشودگی قوه قضاییه تقاضای عفو کردیم، هنوز هیچ جوابی ندادن. میگن جوابش 22/11 میاد، یعنی 22 بهمن رو، ولی الان ما رو آوردن مثل اعدام. خب چی هستش که یه جوابی بده؟ من امروز از صبح بیت رهبری بودم، موضع قضایی بودم، دستفتانی بودم، هیچ مسئولی جوابگوی ما نبودش، فقط ما رو دوچرخوندم. خدا شده آلای جی، برداشت شما چیست از این شیوه برخورد با این پرونده ها؟ این همه ابهام و نهایتاً هم خانواده میگن که اصلا در جریان نیستن چطوری این حکم اعدام صادر شده. به نظر شما این تبدیل شده به یه نرم یا واقعا استثنایی که اتفاق میفته در نظام قضایی ایران؟ نه، نرم نیست. بقیده من اعدام اهرم فشار و سیاست جزایی جمهوری اسلامی است. ببینید طی 5 سال گذشته سازمان‌های حقوق بشر با وجود اینکه آمار لغو اعدام در کشورهای عضو سازمان ملل طی 10 سال گذشته بسیار امیدوارکننده بوده، با وجود این برای اینکه رفع ابهام از کشورهایی که هنوز در حال تردید هستند بشود، ما پیشنهاد کردیم که در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه به تصویب برسه که لااقل اجرای حکم اعدام متوقف بشه. نه گفتیم قانون عوض کنید. و طی 3 سال، یعنی از سال 2007 تا سال 2010 3 قطعنامه تصویب شد. چرا ما این رو پیشنهاد کردیم؟ برای اینکه کشوری که میاد اعدام رو متوقف میکنه ببینه آیا پس از توقف اعدام آمار جرم و جنایت، یعنی جنایت هایی که مجازات اونها اعدامه، تو اون کشور بالا رفته یا پایین اومده. و خب ما دیدیم در فاصله 3 سال که 3 قطعنامه گذشت هر سال تعداد کشورهایی که به این قطعنامه رأی موافق دادن بیشتر شد، یعنی که اون کشورهایی که مردد بودن به این نتیجه رسیدن که نه، لغو اعدام نه فقط میزان جرم جنایت رو بالا میبره که پایین میاره. و چرا جمهوری اسلامی اعدام رو دست همچنان ادامه میده؟ برای اینکه به لحاظ سیاسی احتیاج داره که از این اهرم استفاده کنه. همچنان که دیدید 30% جرائم غیر مواد مخدر هم موضوع احکام اعدام هستن و اعدام های سیاسی که به ویژه در مناطق قومی ایران، بلوچستان، خوزستان و کردستان متاسفانه طی سال گذشته به وفور دیده شده و همچنان ادامه داره. این نکته که برحال آقای اولیفرد هم اشاره بهش کردن، در این تغییرات که در قانون مجازات اسلامی داده شده اون بخش فعلا موارد اعدام افراد زیر سن رو بعداً بهش خواهیم پرداخت، ولی در این مورد خاص در مورد تغییراتی که اعدام میکنن اینها شرایط رو بهتر خواهد کرد برای صدور حکم اعدام، شما اینا رو به چالش کشیدید، گفتید که این قوانین اون چیزی رو که وعده میدن بهش عمل نخواهد شد نهایتاً؟ نشده، برای اینکه فقط یک در حال ادعای به منظور تبلیغات بوده، اونم به خاطر فشاری که در حال قطعنامه های سازمان ملل، شورای حقوق بشر، به ویژه پس از انتخاب آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه جمهوری اسلامی احساس میکنه و همش وعده سر خرمه میدادن. وقتی شما خود این لایحه رو که قرار از چند روز دیگه به مرحله اجرا گذاشته باشه مطالعه میکنید، ببینید همچنان محاربه با خدا هست، عنوانی که تمام متهمای سیاسی رو به ویژه در مناطق
قومی متاسفانه محکوم به اعدام میکنن. فساد در زمین هست و اخیراً در چارچوب فساد در زمین جرائم رسانه‌ای هم بهش اضافه شده. بنابراین تقلبی صورت گرفته برای اینکه افکار عمومی بین المللی به این صورت بگن که ما میخوام در سیاستمون تجدید نظر کنم. آقای اولیه فرد، دو سه نکته مطرح شد که به نظرم خوب علت حالا این اولین حضور شما فرصتی باشه برای اینکه امدار شما از شرایط خودتون هم توضیح بدید. ایده‌ای هستن که فعالیت‌های شما رو در این سال‌ها دنبال کردن، غوری هم هستن ممکنه ندونن واقعا که علت خروج شما از کشور چه هست. اتهاماتی که به شما زده شد در مورد همین مصاحبه‌ای که با صدای آمریکا بود، تبلیغ علیه نظام و دفاع از پرونده‌هایی که می‌کردید که اشاره کردیم که دو مورد اونها بحث حکم اعدام بود برای افراد. بله، ببینید من از ابتدای وکالتم پرونده هایی که از زمینه حقوق بشر بود رو قبول وکالت میکردم، ولی از سال 86 که از فرانسه به ایران برگشتم سعی کردم دامنه وکالتم رو در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر افزایش بدم. یکی از پرونده هایی که قبول کردم پرونده بهنود شجاعی بود، نوجوانی که در سن زیر 18 سال مرتکب قتل شده بود. این پرونده رو من با همکارم آقای مصطفی قبول وکالت کردیم و پیگیر پرونده بودیم. خیلی سعی کردیم که موضوع به اعدام بهنود منتهی نشه. 4 بار 5 بار دستور توقف گرفتیم از آیت الله شارودی و در نهایت بهنود اعدام شد. من دقیقاً سال 88 همچین روزی وقتی موکلم اعدام شد، خب سر صحنه اعدام بودم و خیلی تأثیر بدی رو من گذاشته بود. به هر حال ما خیلی سعی کردیم که بهنود اعدام نشه. با صدای آمریکا من یه مصاحبه‌ای داشتم که در اونجا من اعلام کردم که این قانون نامناسب هستش. حالا خب یه مقدار هیجان زدم بودم به خاطر اینکه چوبه دار اومده بودم، پای چوبه دار اومده بودم، صحنه دار رو دیده بودم. گفتم این قانون نامناسب هستش و باید مسئول قضایی یه فکری بالش بکنه. بر ترتیب بعد از این مصاحبه از من شکایت شد. دادستان تهران آقای دولت آبادی هم من شکایت کردن. 3 اتهام داشتم: افترا به دستگاه قضا، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام. آقای دولت آبادی از مصاحبه های من انتقاد کردن و من هم انتقاد کردم از اینکه یک وکیل دادگستری با پابند به زندان نمیبرن و ایشون به من گفتن که شما راضی باش از یک سال حکم اعدامی که به حکم زندانی که بهت دادیم، به این خاطر که تو قرار بود اعدامت بکنن. گفتم چرا؟ گفت به این دلیل که شما قصاص رو انکار کردی. قرار بود حوزه علمیه علیه شما به دلیل انکار قصاص راهپیمایی بکنه، ولی ما اجازه ندادیم به خاطر اینکه جو سال 88 به حد کافی ملتهب بود، با جریان شما ملتهب‌تر می‌شد و ما مجبور بودیم شما رو به این صورت دستگیر بکنیم که یه مقدار جو آروم‌تر بشه. بر ترتیب انتهای سال 89 ابتدای اردیبهشت ماه من زندان آزاد شدم و بعد از اونم که دوباره دفتر وکالتمون باز کردم و مشاوره دادم به حال به خانواده های زندانی ها یا وکیل گرفتم، همکاران معرفی کردم، فشارها دوباره شروع شد و پرونده هایی که من از سابق داشتم در خصوص اعتراضی که به رفتار خشونت آمیز موکلم داشتم، من اعتراض کردم، اتهام نشر اکاذیب به من زدم، اون پرونده مفتوح موند و یک اتهام دیگه هم داشتم به اتهام مجموعه فعالان حقوق بشر. این اتهام مفتوح بود پرونده و در نهایت دوباره من رو تحت تعقیب قرار دادم که من مجبور شدم از فضا برای مدتی دور بشم. به هر حال ببینید 3 سال از مصاحبه من در روز جهانی مبارزه با اعدام گذشته و من به خاطر مصاحبه و اعتراض به اعدام به زندان افتادم. سرنوشت من عوض شد، تغییر کرد، اما من ناراحت نیستم. من خوشحال هستم از این که به این حکم اعتراض کردم. میدونم که در آینده نزدیک حکم اعدام از قانون ما برداشته میشه. لای سمنانی، شاید مهمترین پرسش ابتدای این باشه که واقعا هدف از این گزارش چه بوده؟ شما سال هاست که تو این پروژه های اتمی فعال هستید در یوتا، در ایالتی که مدت‌ها زندگی می‌کنید، فکر کنم بیش از 30 سال احتمالاً شاید اونجا هستید. چندین شرکت داشتید و این مؤسسات کارشون
جمع‌آوری زباله‌های اتمی بوده و نگهداری اینها، و به نظر میاد که بخش عمده از عمرتون رو تو این حوزه مسائل اتمی و ایمنی اتمی سپری کردین. هدف از این گزارش مشخصاً چه هست؟ هدف از این برنامه و تهیه این مطالعات این بودش که در سالهای بعد از 2000 خیلی صحبت به حمله نظامی و یک برنامه‌ای که بتونن جلوگیری بکنه از برنامه هسته‌ای ایران صحبت بود، و یکی از این در ضمن این صحبت‌های، ولی هیچ که صحبت اشکالاتی که در برای مردم پیش میاره اصلا بحثی نبود، فقط در رابطه با سیاست یا اقتصاد و به قول امریکا یا جیوپالیتیکس تنها چیزی که به صحبت میشد. من با افراد مختلف صحبت کردم و گفتم آیا این حملاتی که میشه به این تاسیسات اتمی، در برخورد این حملات آیا چطور میشه این مواد شیمیایی و اتمی که اینجا هست چرخی نشت پیدا نکنه؟ و هرچی بیشتر با ملت صحبت کردم متوجه شدم که اصلا این موضوع اصلا مطرح نیست، و به خاطر سابقه خودم که همچون که خودتون رو فرمودین، من توی همین کار بودم و برای از سال 1972 من تو کارهای شیمیایی و دفع کردن مواد سمی و گازهای مختلف به علاوه مواد اتمی که از سال 88 شروع کردم، در این برنامه من فکر کردم که اتفاق بعدی خواهد افتاد و شروع کردم اطلاعاتی رو جمع کردم، و محاسبات خیلی اولیه‌ای که کردیم دیدیم نه، این شمارهایی که داریم میکنیم موادی که اونجا هست به صورت گازی میتونه نه تنها افرادی که در این تاسیسات کار میکنن از بین ببره، اینا میتونه که افرادی که در حدود این تاسیسات زندگی میکنن اونا رو هم از بین ببره. و مواد سمی خیلی خطرناک اینجا هستش که در واقع تلاش تو این بود که هشدار بدید به مردم ایران، بخواستید که افکار عمومی آمریکا و غرب رو حساس بکنید نسبت به این مسئله، تلاشتون بود که جلوی بحث در مورد جنگ رو بگیرید. کدومی که از اینها در ذهنتون بیشتر چرخه؟ از همه مهمتر این بود که این بحث اصلا بشه. تا اون موقع این بحث اصلا در مورد انسانی به حساب اون جهت انسانی این اصلا بحث نشده بود، هیچ که شماره تعیین نکرده بود و هیچ کی راجع به این صحبت نمی‌کرد، چه در امریکا و چه در ایران. و احساس کردم به خاطر این اطلاعاتی که برای من تهیه شده بود و من نگاه کردم دیدم که خب یکی باید این حرف بزنه. ولی چرا این عنوان، چرا قمار هسته‌ای آیت الله رو انتخاب کرد؟ این قماره برای اینکه ببینید یا اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته. یه چیزیه که هیچکی نمیدونه، البته دول مختلف من جمله ایران و امریکا خب در این مورد صحبت میکنه، اسرائیل صحبت میکنه، ولی ممکن اتفاق بیفته ممکن نیفته. و خطرش این خطرش برای مردم بود. البته این قماری هم نبود که امریکا شروع کرده باشه یا اسرائیل شروع کرده باشه، این چیزی بود که ایران شروع کرد، و به خاطری که آیت الله رئیس مملکت و به صورت مرجع اصلی دولت ایران اونجا کار میکنه، خب قمار ایشون بود و البته بازنده ایرانیان شهروندان ایرانی هستن. چقدر تلاش کردید که از جمهوری اسلامی ایران، از حکومت، از دولت اطلاعات بگیرید برای اینکه دقت گزارشتون رو بالا ببرید؟ آیا چنین تلاشی انجام گرفت؟ پاسخ ایران چه بود؟ ما در طول تهیه این برنامه، این مطالعات، از چند تا منابع مختلف که استفاده کردیم، اول از همه از IAEA که با آژانس بین‌المللی اتمی باشه، مدارک اونها رو استفاده کردیم، مدارکی استفاده کردیم که از جاهایی که در امریکا تحقیقات میکنن و انرژی اتمی راجب و دیفنس دیپارتمنت و وزارت دفاع، و در مورد اطلاعاتی که از ایران بودش، ما تا اونجا که تونستیم از اینترنت استفاده کردیم و اطلاعاتی که از خود دولت ایران تهیه کرده بودن، من جمله مثلا حرکت باد در ایران، یکی از چیزهایی که ما استفاده کردیم و این بودش که چجوری باد ممکنه این مواد سمی رو به اصفهان برسونه، و این اطلاعاتی که اونجا دادن که جمعیت اصفهان یا ناحیه‌های اصفهان نکته همینه، مثلا توی آماری که در مورد جمعیت اصفهان میدید اون آمار به سال 2006 برمیگرده. چقدر تلاش کردید که این آمارها روزآمدتر باشه، این اطلاعات دقیق‌تر باشه؟ از بعضیش 2006 بانک تا اونجا که ما سعی کردیم از تا اونجا که امکان داره
تا تاریخ الان بتونه بکنه. بعضیش 2006 بعضیش 2011 است و تنها چیزایی که برای ما امکان داشت بتونیم جمع بکنیم اونا بود. البته ما نمیتونستیم مستقیما با دولت ایران تماس بگیریم برای که یا اونجا گرفتاری پیش می اومد برای اونایی که به ما اطلاعات میدادن، نخواستیم همچین گرفتاری برای اونا درست کنیم. و واقعیت امر اینه که خب در دوستانی که الان رو ختم هستن میتونن بگن یه واقعیتایی هست که چیزای شیمیایی، حالا مثلا یک 10% بالاتر یا پایین‌تر باشه اون میشه صحبت کرد، چیزای علمی میشه صحبت کرد، ولی واقعیتش اینه که ملت خواهی از بین خواهند رفت. اون خطره. چقدر با دولت آمریکا تلاش داشتید که تماس بگیرید، از اونها اطلاعات دقیق‌تر بگیرید، یا اینا همه اصطلاحاً اوپن سورس تمام اطلاعاتی که در دسترس همه هست؟ ما بیشتر اوپن سورس استفاده کردیم، همونجوری که گفتین اطلاعاتی که در دسترس همه است. ما نرفتیم مثلا با وزارت دفاع یا وزارت خارجه با اینا صحبت بکنیم اطلاعات جدیدی بگیریم، نه، چیزایی که برای همه بود ما اینا رو جمع‌آوری کردیم و محاسباتی کردیم و یه کامپیوتر مدل‌های استفاده کردیم و اینا رو نشون دادیم که یه همچین اتفاقی خواهد افتاد. که آقای سهیمی بشنویم ابتدا نظر شما رو در مورد اهمیت این مطالعه و اونچه که آقای سمنانی گفتن که بعد از مدت‌ها این بحث به سطح مباحث سیاسی وارد میشه که هزینه انسانی چنین برخورد نظامی به مباحث علمی حداقل یا شاید به شکل سیاسی هم اضافه بشه. به نظر بنده البته کار آقای سمنانی در حد در سطح خودش بی‌نظیره، چون این کار بسیار علمی بود با توجه به مدارک و اطلاعاتی که وجود داشت تهیه شده بود، ولی خدمت آقای سمنانی باید عرض کنم که این بحثا در واقع از چند سال پیش وجود داشت. به عنوان مثال در سال 2004 آقای پاتریک کلاسون که در انستیتوی مطالعات خاورمیانه در واشنگتن هستند، برای اولین بار مطرح کردن که یک راه جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ایران به وجود آوردن تصادف‌های صنعتی و هسته‌ای در این تأسیسات است و ادعا کردن که این گونه تصادفات هیچ گونه تلفات جانی نخواهد داشت و برای اینکه ادعای خودشون رو ثابت کنن به واقعه تریمال آیلند که در 1979 در پنسیلوانیا انجام شد اشاره کردن، که همون موقع بنده یک مقاله در جواب ایشون نوشتم. اشارتون به اون راکتور اتمی هست که برای مدتی دچار سانحه شد در پنسیلوانیا آمریکا. دقیقاً در تریمال آیلند و همون موقع بنده مقاله نوشتم و به صحبت‌های ایشون جواب دادم، مدارکی بودم که چقدر سالها بعد در اثر اون تصادف تریمایل آیلند که ظاهرا در موقع تصادف تلفات جانی نداشت چقدر تلفات جانی داشته. در این حال گزارش آقای سمنانی بسیار مهمه از این نظر که متاسفانه شخصیت های سن در درون اپوزیسیون ایران مقیم آمریکا که در ماه‌های اخیر راجع به این صحبت کردن که اگر ایران فقط به تأسیسات آمریکا فقط به تأسیسات هسته ایران حمله کنه اپوزیسیون نباید کاری بکنه، چون فقط حمله به تأسیسات هسته ایرانه و تلفات جانی واسه مردم نخواهد داشت. به عنوان مثال آقای مجید محمدی راجع به موضوع مقاله نوشتن، راجع به موضوع صحبت کردن. به همین دلیل رپورت آقای سمنانی از این نظر بی‌نظیر هستن، به اینکه چشم هموطنان رو باز کردن. امیدوارم چشم اون هموطنانی که در اپوزیسیون هستن و بر طبل جنگ میزنن و از این کار حمایت میکنن و فکر میکنن حمله به مراکز هسته‌ای فقط محدود به مراکز هسته‌ای خواهد بود، راجع به موضوع دیگه صحبت نکنن. آقای مصطفی بشنویم نظر شما رو ابتدا در مورد اهمیت گزارش آقای سمنانی و مباحثی که در واقع وارد گفتگو و تحلیل برنامه اتمی ایران و پیامدهاش خواهد داشت. مشخصا الان در مورد این ورود به در واقع اون فرازها که صحبت کردیم به جزئیات بیشتر خواهیم پرداخت. خدمتتون عرض کنم که من هم سهیم هستم در گفته های آقای سهیمی درباره گزارش آقای سمنانی و این کاری که ایشون کردن ارزش فوق العاده ای داره و بسیار مهم هست در زمانی که فقط قبل از جنگ درباره تعادل قوا، درباره پیروزی این یا اون و نتایج در قدرت پیش میاد در این کشور یا اون کشور صحبت میشه، فکر کردن به انسانها، خانواده‌ها، بشرهایی که در اونجا زندگی میکنن بسیار اهمیت داره. مسلماً حمله‌ای که احتمالی که همینطور که آقای سهیمی هم گفتن خدا نکنه هیچ وقت صورت بگیره، اگر صورت بگیره تلفات جانی بسیار زیادی خواهند داشت. در مدل کامپیوتری که آقای سمنانی به کار بردن برای این تحقیق مسلماً یک مدل بسیار مناسبی است، اما باید هوشیار باشیم که این گونه مدل‌ها
نتیجه‌ای که میدن بستگی داره به تعداد پارامترهایی که از این در این مدل‌ها استفاده میشه و میزان دقتی که در مورد هر یک از این پارامترها وجود داره. بسیار بسیار مشکل هستش که ما یک دقت خیلی فراوان داشته باشیم درباره هر کدوم از این پارامترها تا بدونیم که دقیق پیش‌بینی کنیم تعداد تلفات رو در ایران. اتفاقاً آقای مصطفی نکته مهمی رو خیلی زیاد خواهد بود. آقای مصطفی عزیز می‌خوام صحبتتون رو قطع می‌کنم. نکته مهمی رو اشاره کرده چون در گزارش آقای سمنانی چند مدل در واقع آمده، مثلا مدل چرنوبیل رو مطالعه کردن، بعد اشاره های شده به نمونه های دیگری حالا در ابعاد انسانی که داشته، اتفاقاتی که در گیلان مثلا رخ داده، یک حادثه بوده رادیولوژیکی در واقع موادی رو باعث آلودگی شده. آقای سهیمی اشاره کردن به تری مایل آیلند و حتی این اواخر فوکوشیما و اتفاقاتی که در ژاپن افتاد. چقدر به نظر شما این گونه مقایسه ها کارسازه و میتونه ما رو به یه نتیجه دقیقی برسونه؟ به هر حال این مقایسه ها لازم هستند برای اینکه خوشبختانه تجربه بشری در مورد سوانح هسته‌ای بسیار کم هستش و ما بالاخره باید به این سوانح هسته‌ای که وجود داره در چرنوبیل، در فوکوشیما و یا در جاهای دیگه مراجعه بکنیم و از اونها استفاده بکنیم. اما هر مورد خاص خودش رو داره. در مورد ایران بسیار بستگی داره که حمله ها چه شکلی صورت بگیره. مثلا اگر حمله به فوردو صورت بگیره مسلما تعداد تلفات انسانی کمتر خواهد بود تا اینکه حمله به نطنز و یا اصفهان صورت بگیره، برای اینکه در فوردو اون تاسیسات اتمی ایران در عمق بسیار زیادی وجود داره و حتی بمب‌های خیلی سنگینی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در نظر گرفتن برای زدن اون تاسیسات، این بمب‌ها نمیتونن بیشتر از 20 یا 30 متر بیشتر در زمین فرو برن و اون تاسیسات در سطح بیش از 60 متر در عمق زمین قرار دارن. اما اگر در اصفهان بخوان بمباران مفصل انجام بدن مسلما تلفات خیلی خیلی زیاد خواهد بود. به خاطر این هستش که به نظر من اصل این گزارش مهمه، یعنی یادآوری این مسئله که یک چنین حمله‌ای تلفات بسیار زیاد انسانی خواهد داشت. حالا این تلفات انسانی چند هزار نفر باشه یا چند ده هزار نفر باشه بسیار گفتنش از قبل مشکل هستش. گزارش وای سمنانی رو روی وبسایت و روی فیسبوک افق خواهیم گذاشت برای کسانی که دوست دارن جزئیات این گزارش رو ببینن. همطور که شنیدید کارشناسان هم تایید کردن که ارزش علمی بسیار قابل توجهی داره. یک نکته من دوست دارم قبل از اینکه نظر وای سهمی رو بشنویم در ارتباط بپرسم، این که وقتی بحث اورانیوم غنی شده مطرح میشه و این نگرانی که همیشه وجود داشته که این اورانیوم غنی شده در یک شرایطی در تا هزاران سال، شاید تا ده هزار سال در طبیعت میمونه، چقدر این خود این نفس این قضیه به نظر شما توی یک چنین حمله میتونه نگران کننده باشه که این وارد صرف اصلا گذشته از این که به منطقه شهری بره یا نره، در همون منطقه با آدم این رو به اصفهان نبره، خود این اورانیومی که برشک آزاد میشه تو همون منطقه چقدر میتونه خطرناک باشه؟ اورانیوم به عنوان یک آلودگی خیلی خطرناک میتونه باشه، برای اینکه الان طبق همونجوری که خودتونم گفتی، من سال 88 کار ما اصلا این بود که برای دولت اینا رو با تمیز بکنیم، جاهایی که اتفاق اینجور اتفاقای از لحاظ تحقیقاتی شده بود و مقداری آلودگی پیدا شده بود، کمپانی که ما داشتیم در این کار اصلا مشغول بود برای تمیز کردن. و اگر اورانیوم که خیلی راحت میتونه به آب دست طبقات آبی بره، استان مرکزی و آب استان مرکزی که 29% آب زیرزمینی ایران رو تهیه میکنه و تولید میکنه، این آب ممکنه آلوده بشه و خود یورانیم به آب هم اگه نیاد در بیاد تو زنجیرهای غذایی، این اورانیوم اگه به بدن وارد بشه احتمال سرطان زیاد داره برای ناقص الخلقه، حتی آینده نسل‌های آینده گرفتاری داشته باشه. این یه چیز خیلی ساده‌ای نیست، این چیز خیلی مهمیه که بتونیم اینو یک کادری براش تهیه بکنیم و این اطلاعات به ایرانی‌ها بدیم. ببینید اصفهان همونجوری که اشاره شد یک قطب خیلی مهمه در ایران، یک قطب اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و این یک برای من خیلی مهم بود که این شهر باید به هر حال ازش دفاع بشه و این صحبت بیاد
و اگه نشه خدا نکرده این اتفاق بیفته، خب این ملت از بین خواهد رفت. برای اینکه این رو فقط قطعی بکنیم، شما اشاره میکنید موقعی که حمله اتفاق بگیره در اثر خود حمله به این مراکز، حالا در یک شرایط متوسط که اگه بگیم حالا روز باشه شب باشه، اینا حدودا چند نفر شما پیش بینی کردید کشته خواهند شد؟ ما پیش بینی کردیم در حدی که 5000 نفر در این مراکز از بین خواهند رفت. در این 4 مرکز که پیش بینی اینا باید در نظر داشته باشین، یه مقدارشون در این مراکز من فکر می‌کنم بیشترشون متاسفانه خواهند میمیرند، ولی در جاهای مختلف دیگه هم برای مرگ و میرش هست و هم برای بیماری‌های تو دراز مدت. تا افق دوشنبه 24 مهر.